با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، اول می و به امید حیات جاودان که خدای منزه هست هر دروغ از ایام ازل بدان وعده فرموده. تیتوس باب 1:2. خدایی که دروغ نمیتواند گفت وعده داد. ایمان با قدرت اراده عمل نمی کند، یعنی اینکه ایمان آن انتظار نیست که حتما یک چیزی اتفاق خواهد افتاد، بلکه ایمان به طور یقین و با اطمینان می‌داند که خدای راستگو چیزی را گفته است و از آنجایی که او خود گفته حتما آنچه را گفته انجام خواهد داد. در نتیجه شادمان می‌باشد و خیالش آسوده است. ایمان وعده را به نبوت تبدیل می‌کند. زمانی که وعده هنوز به انجام نرسیده است، در انجام آن ما نیز سهمی داریم. و وقتی که ایمان انجام وعده را مطالبه می کند، وعده به نبوت تبدیل می شود و ما با یقین اطمینان داریم که انجام خواهد یافت، زیرا خدا فرموده است. من در همه جا به افرادی بر می خورم که دعا می کنند تا ایمان بیشتری داشته باشند، اما وقتی با دقت به آنها توجه می کنم و هدف صحیح دعای آنها را می فهمم، می بینم که آنها برای ایمان بیشتر دعا نمی کنند، بلکه دعا می کنند تا ایمانشان به دیدار تبدیل شود. شخصی که ایمان دارد در تاریکی نیز با اطمینانی استوار قدم بر می دارد. او فقط دعا می کند که خدا دستش را محکمتر بگیرد. آمین. شالوم پدر بر فرزندان. 2 می. فشارهایی که بر ما آمد چنان سخت و فوق از طاقت ما بود که از زنده ماندن هم ناامید گشتیم، اما اینها همه روی داد تا نه بر خود بلکه بر خدایی توکل کنیم که مردگان را برمیخیزاند. 2 قرنتیان 1:8-9. راه‌ها و مراحل سخت زندگی ارزش‌های آن را به ما نشان می‌دهند و طریق ارزیابی آنها را به ما می‌آموزند. پس از هر مصیبت سخت، مثل این است که زندگی تازه را شروع می‌کنیم و برکات و زندگی لذت بخش پیش از آن برای ما گرانبها به نظر می رسد و می خواهیم آنها را با میل و اشتیاق بیشتری برای خدا و هم نوعان خود به کار ببریم. اما بعضی ها هستند که به طور سطحی با مسائل برخورد می کنند. آنان یک طرز فکر یا یک وعده را سبک می گیرند و کسانی را که با ترس به مشکلات می نگرند مورد سرزنش قرار می دهند. آنهایی که واقعا رنج بسیاری را تحمل کردند اینگونه به مسائل نزدیک نمی شوند. آنان با رنج دیدگان رنج می کشند و همدردی می کنند و می دانند مصیبت چیست. روبرو شدن با تجربیات و اوضاع سخت برای پیشراندن ما به جلو ضروری هستند. آنها مانند کوره کشتی می باشند که قدرت حاصل از شعله های آتش آن موجب حرکت هماهنگ تمام دستگاه ها می شوند و کشتی را از میان آبهای عمیق، طوفان های سهمگین و امواج کوه پیکر به سوی بندری مطمئن هدایت می نمایند. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 3 می. و او هنوز از سخن گفتن فارغ نشده بود که ناگاه رفقه آمد و خادم ابراهیم گفت: متبارک باد خدا یهوه خدای آقایم ابراهیم که لطف و وفای خود را از آقایم دریغ نداشته. پیدایش باب 24:15-27. هر دعایی که بر طبق اراده خدا انجام می شود
پیش از آن که از سخن گفتن فارغ شود پاسخ آن را دریافت خواهد نمود. خدا این کار را می کند چرا که خود در کلامش گفته است هرچه به اسم مسیح بطلبیم آن را خواهیم یافت، یعنی هرچه با او و مطابق اراده او با ایمان درخواست کنیم او انجام خواهد داد. و از آنجایی که کلام خدا حقیقی است و هرگز اشتباه نمی کند، باید گفت که وقتی با ما با انجام این شرایط بسیار ساده دعاهای خود را به حضور او می آوریم، آنها بلافاصله در آسمان پاسخ داده می شوند، گرچه ممکن است ما انجام آنها را اینجا به همان سرعتی که انتظار داشتیم نبینیم. بنابراین پس از این گونه دعا کردن باید همیشه دعای ما را با شکرگزاری و پرستش به پایان برسانیم، با این ایمان که خدا اکنون آنها را شنیده و انجام داده است، زیرا او هرگز مهر و محبت فراوان و وفاداری خود را از ما دریغ نمی کند. دانیال باب 9 آیه 20 تا 23 را هم بخوانید. وقتی ما برای هر برکتی با ایمان دعا می کنیم، از آن پس باید طرز فکر، دعا و موعظه ما مانند این باشد که آن را گرفته ایم، حتی اگر انجام درخواست ما به تأخیر بیفتد. هرگز نباید به خود تردید راه بدهیم، زیرا این ممکن است ما را به راه‌های غلط بکشاند و شاید حتی مانعی شود در برابر بهره‌مندی از برکتی که خدا برای ما آماده کرده است. به او با این اطمینان نگاه کنیم که او انجام داده است و انجام درخواست ما ادامه خواهد داد. این ایمان است. آمین. با درود و در نام خداوند من عیسی مسیح، 4 می. آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟ انجیل یوحنا باب 18 آیه 11. خدا برای آنکه ما را به باشکوه ترین شکل و حالتی که خود در نظر دارد در بیاورد، بسیار بیشتر از یک هنرمند که بر روی نقاشی خود زحمت می کشد نکته سنجتر است و با علاقه و عطوفت بیشتری تلاش می کند. کافی است که با رضامندی از او اطاعت کرده و با اعتماد کامل بطلبیم تا او با عمل نمودن به صورتی که خود می خواهد به هدف خیش برسد. اما هرگاه جامی را که او داده است رد کنیم و نسبت به حقایقی که او آشکار نموده توجه لازم را نشان ندهیم و یا در برابر آنها بی اعتنا باشیم، در این صورت زیانهای جبران ناپذیری به روح و زندگی خود وارد خواهیم آورد. وقتی با بی تفاوتی یا لاقیدی این فرصتهای عالی را هدر می دهیم، نه فقط چیزی آید ما نمی شود، بلکه بسیاری چیزها را هم از دست می دهیم. در نتیجه وقتی متوجه وضعیت اسف‌انگیز خود می شویم، رو به سوی خداوند کرده شکایت می کنیم که ای خدای من، زندگیم چقدر خشک و درونم چقدر تاریک است. دوست عزیزم، اجازه بدهید به شما توصیه کنم که قلب خود را بر روی آن درد، غم و یا مواردی که برایت ناخوشایند به نظر می آیند باز نمایی. این آن چیزیست که پدر آسمانی پر محبت تو برایت مناسب دیده است تا طریق شبیه شدن به منجی عزیزت را به تو بیاموزد. آمین. شالوم پدر بر فرزندان، 5 می. سرود شبانه خود را به خاطر می آورم. مزمور 27 آیه 6. من درباره نوعی پرنده شنیدم که هرگز مطابق میل صاحبش آواز نمی خواند. او گاه به گاه صداهایی در می آورد. سعی می کرد
بخواند، اما تا زمانی که قفس آن پوشانیده نشده و اطرافش نور باشد موفق به این کار نمی شود. بسیاری از افراد تا وقتی که آسمان زندگیشان با بدبختی تیره نگشته است سرایدن را نمی آموزند. بسیار جای تردید دارد که کسی تا زمانی که آسمان برایش با ابرهای تیره پوشانیده نشده است بتواند فراوانی محبت، تسلی عجیب و اغناء کامل الهی را درک کند. نور از آغوش تاریکی بیرون می آید. صبح از رحم شب طلوع می کند. جیمز گریلمن در یکی از نامه‌هایش می نویسد: در کوههای بالکان گل بسیار زیبا و بنظیری به نام استار را دیده است که باید در تاریکترین زمان شب چیده شود، یعنی پس از نیمه شب بین ساعت 1 و 2، زیرا طبق گفته متخصصین این گل به هنگام روز 40% رایحه خود را از دست می دهد. این حقیقت در مورد زندگی روحانی افراد بی صدق می کند. تاریکی های زندگی الهام بخش سرودهای ما هستند. ستاره ها در تاریکی می درخشند. خداوند و نجات دهنده عزیزمان عیسی مشعل های امید و تسلی را برای ما در میان اندوه سخت قرار می دهد و این یکی از روش های نیکو و حکیمانه اوست. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح. 6 می. خداوند آن را انجام خواهد داد. مزمور 37 آیات 4 و 5. مزمور 37 آیه 4 میگوید: طریق خود را به خداوند بسپار و بر وی توکل کن که آن را انجام خواهد داد. ترجمه دیگر این مزمور به این صورت است: غم‌های خود را بر روی خداوند بغلطان و بر او توکل کن زیرا او عمل می کند. این ترجمه تأکید را بر زمان حال می گذارد، به این معنی که او الان بلا فاصله عمل می کند. این در صورتی است که ما واقعا غمهای خود را هرچه که باشد بر او بغلطانیم. غم جسمی یا روحی، مادی یا مربوط به توبه عزیزانمون، او خواهد و شنید و عمل خواهد نمود. اما چه وقت؟ الان. این اعتماد ماست که به روح القدس فرصت خواهد داد تا انجام آنچه را که ما بر او غلطانده ایم بر عهده بگیرد. بیایید دستهای خود را از مسائل خیش عقب بکشیم و از آن اعتماد عالی که او اکنون در حال کار است بهره‌مند شویم و لذت ببریم و نتیجهش بسیار بهتر از آن چیزی خواهد بود که ما انتظارش را داشتیم. ممکن است کسی بگوید من چیزی مشاهده نمی کنم. مهم نیست، او مشغول کار است و تا زمانی که به او سپرده ای او عمل می کند. تو فقط به او نگاه کن و به همراه داوود تکرار کن: نزد خدای تعالی آواز خواهم خواند، نزد خدایی که همه چیز را برایم تمام می کند. مزمور 57 آیات 2 به بعد. آمین. شالوم پدر بر فرزندان. 7 می. پس مادرش بالا رفته او را بر بستر مرد خدا خوابانید و در را برو بسته بیرون رفت. 2 پادشاهان 4:21. زن شونمی پسرش را که هدیه خدا بود از دست داد. اکنون او چیکار میتوانست بکند؟ در خانهش اتاقی را ساخته بود که مخصوص نبی خدا بود و آن اتاق برایش مکان مقدسی به شمار میرفت که حضور خدا را در بر داشت. این زن جسم بیجان فرزندش را به آغوش کشید و به اتاق بالا رفت. چقدر عالی است که مسائل، رنج‌ها و سوالات خود را برداریم
و به پیشگاه تخت فیض برویم و آنها را نزد قادر مطلق قرار دهیم. همه آنهایی که خسته، ضعیف و ناامید هستند به کجا باید بروند تا آرامش و شفا یابند؟ آن زن پسر مردش را بر بستر نبی خدا خوابانید، بیرون رفت و در را بست. این نمونه بسیار عالی از اعتماد است. مسائل خود را به حضور خدا ببریم و به او اعتماد کنیم و آنها را آنجا بگذاریم و ایمان داشته باشیم که او عمل خواهد نمود. کاری که این زن انجام داد کار بسیار سختی بود. گذاردن بدن فرزندش و بیرون آمدن از آنجا. دانه گندم باید زیر خاک پوشانیده شود و آنجا بماند تا ثمری را که انتظارش می رود به بار آورد. زن شونمی همین کار را کرد. او با اطمینان پسر مردهش را به خداوند سپرد و با همین اطمینان در را بست. برای همین بود که در برابر سوال آیا پسرت سالم است؟ او توانست بگوید سلامتی است. آیه 26. ما نمی توانیم عزیزان خود را به جایی امن‌تر از دستهای خدا بسپاریم. به همین سبب بود که آن زن فرزند خود را در سلامت به خانه برد. بی تردید بسیاری از فرزندان در گناهان می میرند. اما وقتی آنان با اعتمادی مانند این زن به خدا سپرده می شوند، مطمئناً او آنها را هم زنده خواهد کرد و نجات خواهد بخشید. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 8 می. و ساره حامله شده، از ابراهیم در پیریش پسری زایید، در وقتی که خدا به وی گفته بود. پیدایش باب 21 آیه 2. می دانیم که مشورت خداوند قایم است تا ابدالآباد، تدابیر قلب او تا دهرالدهور. اما لازم است که ما منتظر وقت او بمانیم، زیرا او برای خود زمانهای معینی دارد. ما در این باره چیزی نمی دانیم. تنها باید با صبر و اعتماد منتظر او باشیم. اگر خدا در حران به ابراهیم می گفت که بعد از 30 سال به تو فرزندی خواهم داد و تو باید 30 سال صبر کنی تا بتوانی فرزندت را که به تو داده خواهد شد در آغوش بگیری، ممکن بود دل او ضعیف می گردید. بنابراین خدا با نیکویی و حکمت خیش زمان دقیق انجام وعده‌اش را چند ماه پیش از تولد نوزاد پوشیده نگه داشت و سپس به او گفت در وقت موعود موافق زمان حیات، یعنی سال بعد، ساره را پسری خواهد شد. پیدایش باب 18 آیه 14. و سرانجام زمانش فرا رسید و او خانه این پیر بزرگ خاندان را با شادی و خنده پر کرد و به آن انتظار طولانی پایان بخشید. ای آن که انتظار میکشی، قوی دل باش. تو منتظر کسی هستی که تو را هرگز مایوس نخواهد کرد و در زمان معین خودش ماتم تو را به رقص مبدل خواهد نمود. ای سعادتمند، اطمینان داشته باش که او واقعا تو را شاد خواهد کرد و غمهایت بالها گرفته برای همیشه از تو دور خواهند شد و در پی تاریکی شب سپیده صبح طلوع خواهد نمود. به ما مسافران هرگز مربوط نیست که در نقشه ها و راه های او دخالت کنیم. نه، خدای بزرگ کشتی را در کارهایش آزاد بگذارید. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 9 می. و از این جهت همه زحمات را به خاطر برگزیدگان متحمل می شوم تا ایشان نیز نجاتی را که در مسیح عیسی است با جلال جاودانی تحصیل کنند.
دوم تیموتائوس باب 2 آیه 10. زمانی که ایوب پس از مصیبت‌های وحشتناکی که پشت سر هم بر وی هجوم آورده بود در خاکستر می‌نشست، هرگز نمی‌دانست که در بیاد ماندنی ترین روزهای زندگیش به سر می‌برد. اگر می‌دانست حتما تسلی می‌یافت. زندگی ایوب درست شبیه زندگی من و شماست. اگر آن مصیبت‌ها، بیماری‌ها، روزهای تاریک و غم‌انگیز بر ایوب وارد نمی‌آمدند، نام او هرگز در کتاب مقدس ذکر نمی‌شد. وقتی در نور روی خداوند او را پیروی می‌کنیم، مشقت بارترین روزهای زندگی ما نیز به خاطر انگیزترین آنها مبدل می‌شوند. چه کسی نمی‌داند که حزن انگیزترین روزهای زندگی ما سودمندترین آنها نیز بودند. وقتی با بی اهمیتی و سبک فکری از دشتهای سرسبز زندگی بگذریم، چیز زیادی آید ما نخواهد شد. و کسانی که در پی زندگی همیشه راحت، همیشه آسوده و بدون مشکلات و تجربیات هستند، از فیض عالی شراکت در رنجهای مسیح، آب دیده شدن در مشقتها و بهرمندی از حیات عمیق روحانی محروم میمانند. معروفترین گلها از نظر رایحه و زیبایی بر کوههای پر از برف رشد میکنند. فقط رنج کشیده ها میتوانند میزان همدردی و مصیبت مرد صاحب غمها را درک کنند. خداوند خیلی بهتر میداند که تو چقدر به آفتاب وی نیاز داری. آمین. شالوم پدر بر فرزندان. دهم می. ای چاه به جوش آیی، شما برایش سرود بخوانید. کتاب اعداد باب 21 آیه 17. این یک سرود غیر عادی و یک چاه غیر عادی بود. قوم اسرائیل مدت زمان زیادی در بیابان به سر برده بودند. آب نبود و آنها از تشنگی ضعف می کردند. در این هنگام بود که خدا به موسی گفت قوم را جمع کن تا به ایشان آب دهم. اعداد 21:16. قوم گروه گروه آمدند. هر کس بیل و کلنگ خود را به دست گرفته و همه با هم شروع به حفر کردن ماسه های داغ نمودند. آنها سلام می دادند و سرود می خواندند. ای چاه به جوش آیی، برایش سرود بخوانید. که ناگهان در تعجب همه زمین باز شد و آب قلقل کنان بیرون آمد و به تدریج زیادتر شد و تبدیل به جویباری گردید. وقتی آنان در بیابان زمین را حفر می کردند، درست به جایی رسیده بودند که سرچشمه های آب از سالیان بسیار دور در آنجا در زیر تپه های سنگین ماسه‌ای پوشیده شده بودند. آنان با سرودهای پرستشی به چشمه های آب رسیده بودند. ما هم احتیاجات فراوانی داریم که در زیر سنگینی آنها چشمه های فیض و برکت و وعده های بزرگ و بسیار عالی پنهان شده است. ما فقط باید با ایمان و سرودهای شکرگزاری و کنار زدن تپه های ماسه های شک، ترس، کم ایمانی و چیزهای نظیر اینها به حفر کردن ادامه بدهیم تا به سرچشمه های اصلی رسیده و آتش نیازهای خود را سیراب نماییم. آنان هنوز به آب نرسیده سرودهای شکرگزاری و پرستشی خود را شروع کرده بودند. ما نیز باید همان کار را بکنیم. وقتی نیازهای ما برطرف نشده و برخی دعاهای من پاسخی دریافت نکردند، که اگر بر طبق اراده خدا و برای جلال او باشد، چنانچه با ایمان و سرودهای سپاسگزاری خداوند را تمجید نماییم، نهرهای برکت جریان خواهند یافت. در غیر این صورت، نارضایتی، شکایت و بی ایمانی
مانند تپه های عظیم ماسه‌ای چشمه های برکت را مسدود خواهند نمود. آمین. با درود و در نام خداوند ما عیسی مسیح، 11 می. عیسی به ایشان گفت او را نزد من آورید. متی 17:17. شاید تو اکنون در محاصره مشکلات و تجربیات طاقت فرسا و نیازهای فوری و اجباری قرار گرفته ای و در زیر سنگینی آنها مدفون شده ای. اما مطمئن باش که اینها فرصتهای محدودی هستند که پدر آسمانی پرمحبت تو با حکمت خیش برایت تدارک دیده است که اگر آنها را با دقت مورد توجه قرار دهی موجب برکات بسیار عالی خواهند گردید به وسیله روح القدس و اطاعتی که نسبت به او نشان می دهی. او آنچنان درسایی را به تو خواهد آموخت که به صورت دیگری نمی توانستی بیاموزی. با ایمان و دعا همه احتیاجات خود را همچون ظرفی خالی به حضور پدر ببر. عیسی گفت او را نزد من آورید. اما خدای من همه احتیاجات شما را بر حسب دولت خود در جلال در مسیح عیسی رفع خواهد نمود. فیلیپیان 4:19. چه چشمه پر آبی، چه منبع پر و غنی بر حسب دولت خود در جلال. چه امکان عالی و بلامانعی به وسیله عیسی مسیح. این امتیاز توست که تمام ظروف خالی احتیاجات خود را به حضور آن فراوانی خواست و نیکویی بی انتها و قدرت مطلق او بگذاری. این را درک کن که تو خوانده شده ای این گونه عمل نمایی. برخیز، حرکت کن به سوی آن ثروت و برکات فراوانی که از سوی او در اختیار تو گذاشته شده است تا نیازهایت به وفور برآورده شوند. آمین. با درود و در نام خداوند ما عیسی مسیح، 12 می. و یعقوب گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها نکنم، و او را در آنجا برکت داد. پیدایش 32:26-29. یعقوب برکت خدا را در مبارزه‌اش به دست نیاورد، بلکه در محکم پیچیدن به او. عضله پایش آسیب دیده بود، بنابراین او نمیتوانست مبارزه کند. اما او به خداوند چسبید و اونقدر به این کار ادامه داد تا پیروز شد و برکت او را دریافت نمود. ما زمانی میتوانیم برکت او را بیابیم که با بالهای ایمان به طور ناگسستنی در آغوش پدر آسمانی خود بپیچیم. کدام وجود انسانی میتواند به زور از خدای قادر مطلق چیزی بگیرد؟ قدرت و نبرد ما موجب پیروزی نمی شود، بلکه ایمان راسخ و پیش رونده که به لطف آن می توانیم برکت را از او بگیریم. البته نباید خواست خود را تحمیل نماییم، بلکه با روح فروتن و متواضع بگوییم ای پدر، نه به اراده من بلکه به اراده تو. میزان قدرت ما بستگی به این دارد که تا چه حد با ایمان استوار به او چسبیده ایم. چارلز آشر تعریف می کند پسرم سخت بیمار بود. پزشکان امید بسیار کمی می دادند. هرچه دعا می دانستم کردم، اما او به تدریج حالش بدتر می شد. یک روز وقتی به او نگاه می کردم، نامیدانه گفتم ای خداوند، خیلی دعا کردم و نتیجه‌ای ندیدم. اکنون خودم را کاملا به دستای تو می سپارم و از این پس شروع می کنم برای دیگران دعا کردن. اگر اراده توست که او را بگیری، هرچی که اراده توست انجام شود. پسرم را کاملا به تو سپردم.
کاری را که کرده بودم برای همسرم بازگو کردم. اون نیز با اشک‌ها فرزندمان را به خداوند سپرده. پس از دو روز یکی از فرزندان خدا آمد و به ما گفت: وضعیت پسر شما مطلب بزرگ دعای من بوده است. سرانجام خداوند به من فهماد که او شفا خواهد یافت. به او ایمان داشته باشید. بنابراین دوباره شروع کردم به دعا کردم. اما این بار صرفاً سلامتی او را درخواست نمی کردم، بلکه خواست خودم را به کنار نهاده فقط و فقط اراده او را می طلبیدم. بعد از این بود که پسرمون کم کم سلامتی خود را باز یافت. آمین. شالوم پدر بر فرزندان 13 می. شما را دوست خواندم. یوحنا 15:15. سالها پیش پروفسوری بود که زندگی روحانیش موجب شعف و حیرت شاگردانش می گردید. آنها در پی یافتن رمز زندگی او بودند. در نتیجه تصمیم گرفتند که یکی از آنها در دفتر کار او مخفی شود تا ببینند که او شبهایش را چگونه می گذراند. آن شب او دیر به دفترش آمد و خیلی خسته بود. اما کتاب مقدسش را به دست گرفت و یک ساعت تمام به مطالعه و صحبت کردن با خدا پرداخت. سپس کتاب مقدس را بست و با فروتنی دعا کرد: خداوند عیسی، ما باز هم همان دوستان صمیمی و پر محبت هستیم. حضور، دوستی و صمیمیت خداوند عیسی با مطالعه هر روز کلام او و شناخت وی از این طریق به عنوان دوست به واقعیت خواهد پیوست. در دنیا به کدام دوست میتوان اعتماد کرد؟ دل خود را برای چه کسی میتوانی باز کنی و غمها و اسرار خود را با او در میان بگذاری؟ ایماندار عزیز، هر گونه تلاشی را به کار بگیر تا از صمیمیتی که او بخشیده است قدردانی کرده و از آن بهره‌مند شوی. و دقت کن که این دوستی بی عیب بماند، زیرا بسیار گرانبهاست. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 14 می. و هیچ کس نتوانست آن سرود را بیاموزد جز آنانی که بره را در هر کجا می رود متابعت می کنند. مکاشفه باب 14:3-4. و او غالباً از جلگه پست غم عبور می کند، زیرا سرودهای وجود دارد که فقط در آنجا می توان آموخت. هیچ استاد سرود و موسیقی نمی تواند آنها را بیاموزد. آنها سرودهایی هستند که از دل برمی خیزند. آنها را با گذشتن از جلگه رنج و وادی سایه موت به تجربه می آموزیم. پس ای جان من، به یاد داشته باش که تو در اینجا از پدر آسمانیت درسی بی نظیر از موسیقی می آموزی. تا برای شرکت در گروه نادیدنی سرایندگان آسمانی آماده شوی که تو در آنها سهمی داری و به جز تو کسی نمیتواند آن را اجرا کند. گرچه ممکن است فرشتگان به بالاترین نوت یک سرود دست بیابند، اما نوت‌های آنقدر پایینی وجود دارند که تنها تو میتوانی برسی و بخوانی. اینها جلوه ای از ژرفای موسیقی هستند. پدر آسمانیت میخواهد اینها را به تو بیاموزد. مشقت مدرسه آن است. بسیاری میگویند که پدر آسمانی ما رنج و زحمت را برای آزمایش ما میفرستد. نه دوست عزیز، او مشقت را میفرستد تا تو را برای دسته سرایندگان آسمانی آماده سازد. پس ای جان من، غم را خار مشمار که سرودی بسیار زیبا و بیمانند به تو خواهد آموخت
تا در گروه سرایندگان نادیدانی و آسمانی به سرایی. جورج ماتیسن. آمین. شالوم پدر بر فرزندان. 15 می. مثل بافه گندم. ایوب باب 5 آیه 26. چند سال پیش در نیویورک قطعات بزرگی از چوب به نمایش در آمده بود که از یک کشتی 80 سال کار کرده برداشته بودند. ظاهر مجذوب کننده آنها موجب حیرت می گردید. سالهای متمادی امواج خروشان دریا، اثرات شیمیایی آب، بادها و طوفانها این چوبها را ساییده، کنده و رنگ آنها را برده بود. اکنون این چوبها خریداری شده بود تا برای خانواده ثروتمند تبدیل به اساسی و لوازم منزل گردد. به همین ترتیب در زندگی مردم تفاوت‌های زیادی از لحاظ کیفیت وجود دارد. آنهایی که زندگی آسوده، راحت و خودمحوری داشتند، نتوانستند یک ساختار شخصیتی قوی ایجاد نمایند. در نتیجه برای جامعه مفید نبودند. اما آنهایی که از دریای متلاطم عبور نموده و با امواج و طوفان‌ها نبرد کردند، مشکلات سخت و سنگینی را به دوش کشیدند، توانستند خادمین حقیقی خدا و مردم شوند. تنها مبارزه نیست که مردان را آماده می سازد، بلکه نوعی کمال و منزلت نیز هست که آنها به هنگام حمل بالهای خود و دیگران کسب می کنند. لوئیس آلر بینکس. ویکتور هوگو در 80 سالگی گفت: من مانند جنگلی هستم که چندی بار بریده شده و شاخه های تازه رویدش خیلی محکمتر هستند. نگویید که روح تحت تأثیر نیروهای جسمی است، زیرا هنگامی که جسمم به تدریج ضعیف می شود، روح هم بیشتر می درخشد. زمستان بر سرم قرار دارد، اما دلم را بهار جاودانی سرشار می سازد. هرچه به پایان زندگیم نزدیکتر می شوم، همانقدر با وضوح بیشتر صدای کنسرت گروه سرایندگان آسمانی را می شنوم که مرا به شکوه و جلال دنیاهای ناشناخته خدا می خوانند. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح. 16 می. که به ایشان گفت: راحت همین است، پس خسته شدگان را مستریح سازید و آرامی همین است. اشعیا باب 28 آیه 12. چرا خودت را با نگرانی ها عذاب می دهی؟ شکایت و گله چه سودی برای تو داشتند؟ تو مسافری هستی که با یک کشتی به سفر می روی و از هدایت و کنترل آن هم ناتوانی. حتی اگر ناخدای کشتی این مقام را هم به تو سپرده باشد، تو قادر به انجام آن نیستی. پس برای آن نگران و مشوش مباش. خداوند ناخدای کشتی توست. نگذار تجربیات و پستی بلندی های زندگی این فکر را در تو ایجاد کنند که خدا تو را رها کرده است. هرگز. او همواره در مقام خود قائم است و برای تو عمل می کند. اوست که شرایط زندگی را در دست دارد و خود شخصا آنها را هدایت می نماید. یهوه خداوند خدای قادر مطلق است. او خدای توست، خدا و رهبر زندگی تو. به این ایمان بیاور، آرامش داشته باش، نترس. خداوند سلطنت می کند و او در جلال همیشه پیروز است. مایوس نشو. یأس ظریف‌ترین اسلحه شیطان برای تسلیم کردن تو در برابر تجربه است. افسردگی و ناامیدی دل را پژمرده می سازد تا دیگر نتوانی مهر و محبت و پیغام های خدا را بپذیری.
شاد باش و با اعتماد به خدا همیشه سپاسگزاری خود را به او نشان بده. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 17 می. ابراهیم در ناامیدی به امید ایمان آورد و در ایمان کم قوت نشده بلکه قوی الایمان گشته خدا را تمجید نمود. رومیان باب 4 آیات 18 تا 20. هرگز نمیتوانیم آن پاسخ جورج مولر را فراموش کنیم که خطاب به مردی که در پی یافتن وسیله‌ای برای قوی شدن ایمانش بود گفت: تنها راه برای داشتن ایمانی قوی تحمل و گذر از سختی‌های بسیار است. من این را در تجربیات بسیار دشوار با ثابت ماندن در ایمانم و بدون تسلیم شدن به تردیدها آموختم. به خداوند اعتماد داشته باش، حتی زمانی که همه چیز برخلاف تو به نظر می آید. ایماندار عزیز، شاید تو امکانات فعلی خود را آنطوری که باید ارزیابی نکرده ای. اگر همین الان از مراحلی بسیار سخت عبور می کنی، این فرصتی است که همه چیز را رها کنی و به او اعتماد نمایی. در اینجاست که ایمانت قوی شده و در پی آن معجزات بزرگ خدا را خواهی دید. نترس، فقط ایمان بیاور. اما وقتی هنوز ترس داری، به بالا نگاه کن و بگو: هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت. مزمور 56 آیه 3. در این هنگام است که خدا را برای تجربیاتت شکر خواهی کرد، زیرا ایمان در مدرسه اندوه تقویت می شود. برای داشتن ایمان بزرگ باید از مشکلات بزرگ عبور نمود. برکات عظیم خدا پس از تجربیاتی عظیم به دست می آید. اگر به هر گونه نوآوری های بزرگ و اختراعات مهم بنگریم، خواهیم دید که آنها ثمره کوشش ها، از خودگذشتگی ها، مشقت ها و اشک و خون هستند. اگر داوود میخواست معبد خدا را بسازد، میبایست خود را به کار و فعالیت و فداکاری فراوان میسپرد. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 18 می. به کناره دیگر عبور کنیم. مرقس باب 4 آیه 35. حتی زمانی که به فرمان عیسی راه میفتیم، نباید توقع داشته باشیم که از دشواری ها و طوفان ها به دور بمانیم. شاگردان به دستور خداوندشون به راه افتادند، اما آنها با شدیدترین تلاطم ها روبرو گشته و در خطری بزرگ گرفتار شدند و در اضطراب سخت عیسی را به کمک طلبیدند. ممکن است ما هم در بحرانای بزرگ او را بخوانیم و او تأخیر نماید، اما مطمئن باشید که این تأخیر برای تقویت ایمان ماست تا با جدیت بیشتری دعا کنیم و با صبر و اعتماد منتظر رسیدن او باشیم. بی تردید او به کمک ما خواهد شتافت و ما او را خیلی بیشتر شکر خواهیم کرد. عیسی به آرامی شاگردان خود را توبیخ نمود: ایمان شما کجاست؟ چرا با صدای بلند بر امواج خروشان و طوفان سخت نهیب ندادید و با روحیه پیروزمندانه فریاد نزدید که شما هرگز نمی توانید به ما آسیب برسانید، زیرا مسیح نجات دهنده بزرگ اینجا با ماست؟ اگر می خواهی با قوت خداوند آراسته شوی، این قدرت را باید در طوفان‌ها به دست آوری. عیسی گفت: به کنار دیگر عبور کنیم و نه تا وسط دریا برویم و در آنجا غرق شویم.
وقتی او در قایق با ماست با ایمنی کامل می توانیم تا آن سوی دریا عبور نماییم. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 19 می. و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمامی آن شب برگردانیده دریا را خشک ساخت. خروج باب 14:21. در این کلام پیغام تسلی بخش بزرگی هست که خدا به راستی در تاریکی هم عمل می کند. کار اصلی که خدا انجام داد این نبود که او به هنگام بیداری قوم اسرائیل دریا را خشک ساخت، بلکه کلام خدا می گوید تمامی آن شب. او تمام شب را برای آنها کار کرده بود. وقتی تو نیز در تاریکی به سر می بری و هیچ گونه پرتو ضعیفی از نور و امید را مشاهده نمی نمایی، چرا ایمان نداری که خداوندت در آن تاریکی غلیظ برای تو کار می کند؟ اگرچه تو چیزی نمی بینی و یا احساس نمی کنی، خداوند همونطور که در آن شب برای اونها عمل نمود، تمامی روز بعد را هم به کارش ادامه داد. این فراموش کردنی نیست که خداوند برای خشک ساختن دریا تمام آن شب را بدون توقف کار کرد و او از کار باز نمی ایستد تا نور درخشان صبح طلوع کند. ما ممکن است کار او را در شب نتوانیم ببینیم، اما واقعیت این است که او همیشه کار می کند. آن شب تاریک ترین شب برای قوم اسرائیل بود، اما خداوند درست در همان تاریکی غلیظ همه شب را علیه تمامی امواج خشمگین دست به کار شد تا دریا را به خشکی تبدیل نماید، تا در طلوع صبح قوم کار عجیب شباهنگاهی او را ببینند و در میان دریا بر خشکی می رفتند. ای ایمانداری که در تاریکی به سر می بری، مطمئن باش که او درست همین الان برای تو کار می کند. او تو را رها نکرده، چطور می تواند رهایت کند در حالی که تو فرزند او هستی؟ او همیشه امین است. آمین. با درود و در نام خداوند من عیسی مسیح، 20 می. من یهوه خدای تو هستم. دهان خود را نیکو باز کن و آن را پر خواهم ساخت. مزمور 81:10. تا هنگامی که صدای بارانهای سیل آسا را نشنیده ایم، نباید از دعا کردن دست برداریم. هیچ دلیلی نداریم که چیزهای بزرگ درخواست نکنیم و چنانچه آنها را با ایمان بطلبیم و با دعاهای مستمر در انتظار آنها باشیم، بی تردید خواستهای خود را دریافت خواهیم نمود و در همان حالی که انتظار می‌کشیم نباید از وظایف عادی خود کوتاهی نماییم. ما نمی‌توانیم ابرها خلق کنیم و آنها را به حرکت درآوریم، اما می توانیم آنچنان بادبانهای خود را به اهتزاز درآوریم که وقتی بادها بوزد بتواند کشتی ما را مستقیم هدایت کند. ما نمی توانیم الکتریسیته تولید کنیم، اما می توانیم سیمهای برق را طوری ترتیب بدهیم که وقتی نیروی برق می آید بتوانیم به واسطه آنها از آن بهره‌مند شویم. ما نمی توانیم روح القدس را راهنمایی کنیم، اما می توانیم با انجام دادن آنچه او از ما می خواهد خود را کاملا در اختیارش بگذاریم و با اطمینان به او تسلیم شویم تا
تا وقتی که او یعنی روح القدس میآید بتواند تمامی اراده خود را به انجام برساند. برای ما هم مقدور است که به مرتبه روحانی مقدسین عهد عتیق و عهد جدید برسیم. تمامی آن قدرت الهی که به آنها عطا شد و مزیت ها و امکاناتی که به وسیله آنها به کار گرفته شد در اختیار ما نیز هست. کافی است فقط با ایمان به آنها، امید مثل آنها، محبت آنها و اشتیاق آنها را برای تصاحب همه این چیزها داشته باشیم. آن موقع ما هم مانند آنها خواهیم توانست کارهای بزرگ انجام دهیم. آن موقع دعاهای ما نیز مانند دعاهای ایلیا، بارانهای سیل آسا و آتش از آسمان خواهد بارانید. آتش روح القدس و بارانهای روح القدس. اما ضروری است که بتوانیم آنها را با ایمان و اعتماد کامل بطلبیم. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 21 می. برای دعا هوشیار باشید. اول پتروس باب 4:7. دوست عزیز، بدون دعا از خانه خارج نشو و به سوی دنیای پر مخاطره بیرون نرو. به هنگام شب برای دعا زانو میزنی، اما به دلیل خستگی خواب بر تو غلبه میکند. دعایت را کوتاه میکنی و میخوابی. ممکن است صبح هم به دلیل دیر بیدار شدن وقتی برای دعا نداشته باشی و بدین ترتیب با عدم آمادگی روحانی خود را به آغوش دنیا بیندازی. اما کلام خدا میگوید در دعا هوشیار و یا بیدار باشید، یعنی هم در طی دعا و هم در خود دعا پشت کار داشته باشید. همه فرصت‌های از دست رفته دیگر به دست نمی‌آیند. سهل‌انگاری در دعا برایت عادت خواهد شد و دیری نگذشته خواهی دید که دعا نکردن و مطالعه نکردن کلام خدا دیگر باعث دغدغه خاطر و ناراحتی تو نمی شود. و این عجیب نیست، زیرا همان اولین روز که بدون دعا شروع کردی موجب نگرانی تو نگردید. اما امروز می توانی زندگی روحانی خود را با عزمی نو از سر بگیری و در مصاحبت گرم و صمیمانه با خداوند و با برکات او به استقبال روزی که در پیش داری و به سوی دنیای نامعلوم، غیر قابل پیشبینی و پر مخاطره بروی. عیسی فرزند خدای قادر مطلق احساس ضرورت میکرد که حتی در سحرگاه روز بعد از یک روز طاقت فرسا و خسته کننده، بامدادان قبل از صبح برخواسته برای ملاقات پدر به ویرانه برود. مرقس باب 1:32-35. چقدر بیشتر تو نیاز داری که همان کار را بکنی. در معاشرت با او در دعاست که تمامی برکاتی که باید از آن بهره‌مند شوی از جانب او می‌آیند و تو برای رفع تمامی نیازهایت به او احتیاج داری. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 22 می. خدای آفریننده من کجاست که شبانگاه سرودها می بخشد؟ ایوب باب 35:10. آیا شبهای سختی را داشته ای که بیخوابی به سراغت آمده و در انتظار اولین پرتوهای خورشید دائم در بسترت غلط خورده ای؟ دوست عزیز، از خداوند آفریننده خود درخواست کن تا درباره خودش ذهنت را با افکار شیرین پر سازد و ایمان داشته باش که او در آن شب حزن‌انگیز حتی سرودها هم به تو خواهد بخشید.
آیا شب تو شب سوگواری است؟ اما درست در همین هنگام است که خداوندت میخواد به توی غم‌زده نزدیک شود و با سخنان شیرین به تو بفهماند که آسمان به عزیز گرانبهایی که از تو جدا شده است نیاز داشت تا در آسمان نادیدنی و پرجلال در آزادی کامل و سلامتی و اشتیاق خدمت کند. زمانی که اینگونه افکار ذهنت را پر سازند، یقین بدان که در شبهایت سرودهای تسلی نیز سراییده خواهد شد. آیا پس از این همه امکانات عالی که در اختیار داریم، باز هم باید نشست و عزاداری کرد که روز ما به شب و امیدهایمان به یأس تبدیل شده است؟ مگر ستارگان پس از غروب آفتاب در آسمان تاریک نمی درخشند؟ آمین. با درود و در نام خداوند من عیسی مسیح، 23 می. زیرا آنچه از خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می‌یابد و غلبه‌ای که دنیا را مغلوب ساخته است ایمان ماست. اول یوحنا 5:4. هر لحظه ممکن است با چیزی روبرو شویم که مانع پیروزی ما گردد و آرامش فکری ما را برهم بزند. اما این حالت فقط زمانی پیش می آید که ما سهلنگار و بیخیال می شویم. زیرا شیطان هرگز از فریب دادن و به سقوط کشانیدن فرزندان خدا دست بر نداشته است. در هر قدمی که بر می داریم باید با هوشیاری مطمئن باشیم که در ارتباطی زنده با مسیح به سر می‌بریم. هر کس که در ایمان آراسته و آماده شده باشد می‌تواند بدون هیچ آسیبی از چنگال‌های شیطان رهایی یابد و پیروزی را به دست آورد. ایمان می‌تواند هر موقعیت یا حالتی را دگرگون سازد. آن وضعیت یا مسئله هر قدر هم بغرنج و پیچیده و تاریک و نامفهوم باشد، می توانیم با فرستادن یک اشاره ایمان به سوی فرمانده پیروزمان، ما نیز از هر نبردی پیروزمند بیرون بیاییم. خدای ما خدای قادر مطلق است. او می تواند ما را از هر شرایط غم‌انگیز برهاند. ایمان تزلزل ناپذیر ما بر او ما را از ترس ها و نگرانی های من نجات خواهد داد و هر گونه ابرهای تیره و تاریک شک را دور خواهد ساخت و با گذاردن تاج پیروزی بر سرمان خورشید جاودانی منجی همیشه پیروزمان بر ما خواهد درخشید. آمین. با درود و در نام خداوند من عیسی مسیح، 24 می. بر خداوند توکل نما و نیکویی بکن و از امانت پرورده شو. مزمور 37:3. یک بار به زنی سیاه پوست برخوردم که با وجود تلاش بسیار سخت به دشواری می توانست زندگی خود را تأمین کند، اما همیشه شاد بود و بر همه مشکلات غلبه داشت. روزی زنی به وی گفت: الان تا زمانی که سالم هستی و می توانی کار کنی خوشحالی، اما آیندت تاریک و ناامن است و این تو را نگران خواهد ساخت. حتی هم اکنون اگر فرض کنیم مریض بشوی کارت را از دست می دهی. زن سیاه پوست بیدرنگ پاسخ داد: لطفا صبر کنید، من به فرضیات تو احتیاجی ندارم، بر اینکه به یقین می دانم خداوند شبان من است، بنابراین هیچگاه به چیزی محتاج نخواهم شد. آیا می دانید همه اینها خیالات تو هستند که اینگونه تو را اندوهگین کردند؟ توصیه می کنم تمام تصورات خود را کنار بگذاری و با ایمان به خداوندت اعتماد نمایی.
در کتاب مقدس وعده ای هست که تمامی فرضیه ها را از فکر ایمانداران دور می کند. عبرانیان باب 13 آیات 5 و 6 این چنین می گوید: سیرت شما از محبت نقره خالی باشد و به آنچه دارید قناعت کنید، زیرا او گفته است تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. بنابراین با دلیری تمام میگویم خداوند مدد کننده من است و ترسان نخواهم بود. بنابراین چرا باید خوشبختی امروز را با نقش های خیالی آینده تاریک و غم‌انگیز برهم بزنیم؟ آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح. 25 می. و می دانیم که به جهت آنانی که خدا را دوست می دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیزها برای خیریت ایشان با هم در کار می باشد. رومیان 8:28. چه مفهوم عالی در این کلام پولس وجود دارد. او نمی گوید بعضی چیزها یا چیزهای ناخوشایند یا بسیاری چیزها، بلکه همه چیزها، از کوچکترین و به نظر کم اهمیتترین تا بزرگترین و مهمترین چیزها، و همه اینها برای خیریت می باشد. یعنی نه اینکه خواهند شد، بلکه اکنون هستند. بعضی ها ممکن است بگویند که افکار و روش های خدا بسیار ژرف هستند، پس ما چگونه می توانیم بفهمیم و اعتماد کنیم؟ اما فرشتگان که نظارگر همه کارهای او می باشند و او را می شناسند، چهره خود را پوشانیده فریاد می زنند: خداوند عادل است در جمیع تاریخ های خود و رحیم در کل اعمال خیش. مزمور 145:17. اینجاست که ما باید درس مهم ایمان را بیاموزیم. بدون وارد شدن به جزئیات، بدون نگاه کردن به ظواهری که با منطق ما سازگار نیست، باید به پدر آسمانی دانای مطلق خود نگاه کنیم که خیلی بهتر از فکر و خواست ما برای ما اراده کرده است. پس با اعتماد و آرامی منتظر ثمره کاری او باشیم. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح. 26 می. سلامتی و یا آرامی خود را به شما می دهم. یوحنا 14:27. دو نفر هنرمند نقاش تصمیم گرفتند منظره ای را نقاشی کنند که می بایست آرامش حقیقی را به نمایش درآورد. یک نفر از آنها دریاچه آرامی در میان کوههای تنها و دور افتاده را موضوع نقاشی خود ساخت و دیگری تصمیم گرفت آبشار بزرگی را نقاشی کند که در کناره آن بر روی درختی پرندهی در لانش استراحت میکرد و در آرامش و سکوت آبشار پرخروش را نظاره میکرد. نقاشی اول دنیای بیجانی را به تصویر میکشید و دومی وضعیتی آرام و بی‌دغدغه در موقعیتی خطرناک. زندگی خداوند عیسی مسیح از بیرون مملو بود از سخت‌ترین و تلخ‌ترین تجربیات، تهمت‌ها، طوفان‌های حسادت و نفرت و خطرها که هرگزم کم و متوقف نشدند تا زمانی که جسم خستش به قبر فرو رفت. اما در زندگی او هر کس در هر زمانی می‌توانست به حضورش برود و آرامش واقعی و حقیقی را بیابد. حتی زمانی که افراد بیره در اورشلیم او را جفا می رسانیدند،
وجود او تا به آخر راحت و آرام ماند و پیش از جدا شدن از شاگردانش به آنها گفت سلامتی و یا آرامش خود را به شما می دهم. آرامش واقعی را فقط زمانی احساس خواهیم کرد که دلهایمان را عمیقاً بر خدا استوار سازیم، آنگاه که او را می شناسیم و از محبت، وفاداری، قدرت مطلق و اشتیاق بی پایانش نسبت به ما آگاهی می یابیم. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 27 می. لیکن من برایت دعا کردم تا ایمانت تلف نشود. انجیل لوقا باب 22 آیه 32. ای ایماندار، از ایمانت به خوبی مراقبت نما، زیرا ایمان تنها وسیله است که توسط آن می توانی برکات الهی را کسب کنی. دعایی که با ایمان و اطمینان انجام نشده باشد از تخت خدا پاسخی دریافت نخواهد نمود. ایمان آن سیم دورنگاری است که به وسیله آنها دعاهای ما ارسال می شود. به همان سرعتی که پیغام های محبت آمیز خدا زمانی که هنوز در حال دعا هستیم به ما می رسند. اما وقتی این ارتباط متوقف می گردد، وقتی در تنگی هستیم، با ایمان از خدا کمک می گیریم. وقتی دشمن حمله می کند، روحم بر منجی عزیز تکیه کرده مبارزه می کند و پیروز می شود. بدون ایمان نمی توانم به خدا مراجعه کنم. میان آسمان و زمین راهی به جز ایمان وجود ندارد. اگر این راه را مسدود کنم، چگونه می توانم با پادشاه آسمانی ارتباط داشته باشم؟ ایمان مرا به خدا پیوند می دهد. ایمان مرا با قدرت یهوه خداوند پر می سازد. ایمان تمامی قدرت خدا را برای حفاظت من بسیج می کند. مرا بر دشمنانم پیروز می گرداند. با ایمان نیروهای جهنم را به مبارزه می طلبم. پس بنابراین ای ایماندار، ببین که این ایمان چقدر اهمیت دارد و از ایمانت مراقبت کن. برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 28 می. خدا مرا در زمین مذلتم بارآور گردانید. پیدایش باب 41 آیه 52. باران سیلاسای تابستانی به شدت می بارید و زمین خشک را گلی می کرد. منظری ناخوشایند است. اما کنار پنجره ایستاده تمامی گلها و گیاهانی را تصور می کنم که به زودی با زیبایی ها و رایحه خود باغچه های ما را پر خواهند ساخت. پس در فکرم می سرایم این باران نیست که می بارد، بلکه گلها و گیاهانی هستند که به زودی در باغچه ها و دامنه تپه های ما خواهند روید. شاید همین الان یکی از فرزندان خدا فریاد می زند ای خداوند، بارانها به شدت بر زندگی من می بارند. دیگر نمی توانم تحمل کنم. تجربیاتم بسیار سخت هستند. ناامیدی و یأس مثل باران شدید پی در پی می آیند و نقشه های مرا نقشه براب می سازند. دوست عزیز، یک لحظه صبر کن. تو اشتباه می کنی. این باران نیست که بر تو می بارد، بلکه برکت است. به کلام خدا ایمان داشته باش. از این بارانهای یأس آنچنان برکاتی خواهد روید که تو هرگز در زندگیت ندیده ای. تو فقط باران را می بینی در حالی که خداوند برکات بعد از آن را مشاهده می کند. نه دوست عزیز،
نه این زحمت و مشقت نیست که میبارد، بلکه محبت، نیکویی، شفقت، همدردی و بردباری، همچنین گلها و گیاهان و میوه های فراوان دیگر به وسیله روح القدس. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 29 می. ای جان من، فقط برای خدا خاموش شو، زیرا که امید من از وی است. مزمور 62 آیه 5. میزان ایمان ما را از انتظاری که نسبت به دریافت پاسخ دعاهای من داریم می توانیم بسنجیم. دعای ایماندار برای نیازهای موقتی، جاودانی و روحانی چنان مطابق با اراده خدا و به نام عیسی مسیح و تحت تأثیر روح القدس باشد، مطمئنن پاسخ خود را دریافت خواهد نمود. خدا همچنین آن دعاهای فرزندان خیش را که برای نیازهای کلی و روزمره انجام می شود پاسخ می دهد، به شرطی که آنچه او می خواهد برای جلال اسم او به کار رود. ما با موردی روبرو نشدیم که خداوند عیسی کسی را برای کسب رحمت و کمک به او مراجعه کرده باشد رد نموده. ممکن است گاهی پاسخ دعاهایمان دیر شود. بله، بذری که در زیر خاک کاشته می شود بلافاصله نمی روید، بلکه حتی در ظاهر از بین رفته و مرده به نظر می رسد، اما آن در زیر خاک در انتظار بهار است تا بروید، رشد کند و ثمر آورد. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 30 می. و چون در حین ایستادن بالهای خود را پایین می آورند، صدایی از فلکی که بالای سر آنها بود شنیده می شد. حزقیال باب 1 آیه 25. معنی این که بالهای خود را پایین می آورند چیست؟ بسیار از اوقات ایمانداران می گویند چگونه کسی می تواند صدای خدا را بشنود؟ رمز کار اینجاست. آنها زمانی صدای قادر مطلق را می شنیدند که بالهای خود را پایین می آوردند. ما گاهی پرندگانی را می بینیم که گرچه نشستند، اما هنوز بالهایشان را تکان می دهند و پایین نمی آورند. اما دیدیم که وقتی آن موجودات توقف کردند، بالهای خود را پایین آوردند. آیا بسیاری وقتا دقت نکردید که گرچه در حضور خدا نشستیم، اما هنوز اراده و افکار خود را پایین نیاوردیم؟ کاملا مطیع و تسلیم او نشدیم؟ در حضور پاهای او فروتن نگشتیم تا صدایش را بشنویم؟ آه که چقدر نیرو و وقت خود را تلف می کنیم آنگاه که خود ما را به خدا نمی سپاریم و اراده خود را تحت تأثیر روح القدس قرار نمی دهیم. اما وقتی این را انجام می دهیم، غیر قابل توصیف است آن آرامشی که در طی آن می توانیم صدای او را بشنویم و اراده او را که همیشه نیکو و کامل است درک کنیم. آن هنگام بدون توقف و بدون خستگی به پیش خواهیم رفت، جایی که روح القدس ما را می برد. آمین. با درود و در نام خداوندمان عیسی مسیح، 31 می. لحاظا دستهای افتاده و زانوهای سوس شده را استوار نمایید و برای پایهای خود راههای راست بسازید تا کسی لنگ باشد از طریق منحرف نشود، بلکه شفا یابد. عبرانیان باب 12 آیات 12 و 13. این یک نصیحت الهی است تا دستهای ضعیف ایمان را قوت ببخشیم و زانوهای سوس شده دعا را استوار نماییم.
خیلی از وقتها ایمان ما سست و ضعیف می شود و دعاهایمان اثر خود را از دست می دهد. این آیه تصویری بسیار زنده به ما نشان می دهد. اغلب ترس و ناامیدی آنقدر بر ما چیره می شود که وسوسه می شویم تا از مسئولیت‌های پیش رویمان که دشوار به نظر می رسند بگریزیم و به جای اینکه با ایمان و دلیری با اوضاعی که موجب وحشت ما می شود مقابله نماییم، وسوسه می شویم که آنها را دور بزنیم و راه آسانتری را برای بیرون آمدن پیدا کنیم. اما کلام خدا می گوید دست‌های افتاده را استوار نمایید. به قوت ایمان بر روی امواج اردن قدم بردار. پایت را به میان آب‌های دریای سرخ بگذار و خواهی دید که آنچه موجب هراس تو می‌گردید از تو اطاعت خواهد نمود. تو با پیروزی از میان آنها گذر خواهی کرد، زیرا خداوند به تو فرمان داده است و او با تو خواهد آمد. از چیزهایی که دشوار به نظر می‌رسند فرار نکن. در قوت ایمان برای بیماری خود شفا را بپذیر. مبادا عریهای تسخیر نشدهی باقی بماند. اجازه نده که شیطان بگوید بالاخره پیروز شدم. این یک درس فوق‌العاده مفید و بسیار عملی برای آموختن است. هیچ فرصتی را از دست نده. آمین.